من در مقابل اسماعیل اوغان قرار می گرفتم مثل ببر ظاهر می شدم، ببر مازندران. خودتون صحبت بکنین آقای حبیب. بله، عرض شود که در اون موقع که مسابقات جهانی در تهران انجام گرفت، بدونید که سران قهرمانان دنیا همه آمدن در تهران. در وزن پنجم نفرات ممتازی که بالوازه بود، همونطور که اشاره فرمودید، یکی هم اسماعیل اوغان بود. بالوازه ستاره بین المللی بود، اوغان هم بولدزر ترکیه معروف بود. بلور به من گفت اینا وزن پنجم، اون یکی اینچنینه، اون یکی اونچنانه، اون لنکاره، اون فلانکاره. گفتم آقا برو، این حرفا سرم نمیشه، من اینو میزنم اونم میزنم، تو خیال راحت باش. مرحوم تخسیر خدا رحمت کنه حضور داشت، برگشت به بلور گفت آقا بلور این یه نابغه ایست که اصلا به طور کلی دستور بهش نده، خوش بلده چیکار کنه. خلاصه ما که رفتیم با آقای اوغان سرشاخ شدیم، اوغان رو یک دقیقه و پنج ثانیه ضربه کرد. یه دفعه بلوازه تو خورد، تو زد. دو تا مربی موقعی که اعلام کردن، یکی این ور دست بلوازه رو گرفت، یکی اون ور، با این سلام و صلوات آوردنش توی وسط توشک. با ایشون روبرو شدم. وقتی روبرو شدم به من فریاد دادن که آقا این لنکاری، مراقب لنگش باش. بلور بود. ما از یک خمه، یه زیر دو خم گرفتیم، از توشک رفت بیرون. ما یه خورده تکون خوردم، یعنی چه؟ این چرا این همه میگن قهرمان دنیا، نابغه دنیا کوب است؟ بالاخره آمد وسط. این دفعه مربی روز شوروی اون موقع گفتن که آقا دولا شد. ما یه دسته پر واسیمش رفت رو پل، از پل برش گردوندیم و آوردیمش بالا که فنشو الان شما دیدی که چه جوریه. بله. که اتفاقا در سکوی افتخار مثل که یه بار من دیدم شما رو گذاشتین. حالا نمیدونم فرام حبیب استاد سرتا یکی بودید و به هر حال من سه تا فن در دنیا اختراع کردم، همه میدونن، فدراسیون بین المللی میدونه، یکی یه دست شپاس. بله. یکی هم سرتا یکیه، یکی هم فن حبیبیه. بله. که اصطلاحا این لقب فن حیدی همون است که بالوازه دو تا دندش میشه. مطمئنا بینندگان عزیز دوستان از خاطرات بیشتر شما بشن، تو ما میخوان مرحله به مرحله